اینجا لس آنجلس، کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا. توجه، The Fame صرفاً یک شو موزیکال هنری و فرهنگی می باشد و به هیچ وجه به هیچ گروه سیاسی، دینی، مذهبی و یا نژادی تعلق و یا وابستگی ندارد و تهیه کنندگان، مجریان و سرمایه گذاران برنامه The Fame هیچ مسئولیتی در قبال نظریات و یا گفته های شرکت کنندگان و یا هنرمندان میهمان را در برنامه The Fame ندارند. با احترام، شهبال شپره. با درود به شما بینندگان خوب برنامه The Fame، خوشحالم باز هم این هفته مثل 3-4 هفته اخیر با هنرمند جوانی صحبتی دارم که نوازنده و آهنگسازه، خواننده نیست، خدا رو شکر، چون به اندازه کافی خواننده داشتیم. تو همین برنامه یه چیزی حدود 63 نفرشون تا حالا اومده، 63 تاشون. اینه که این هفته کسی رو که دارید شما میبینید جوانیست که تازه از ونکوور کانادا رسیده به لس آنجلس. شما وقتی که صورتش رو ببینید الان پل خودتون تو فکر میکنید من اینو نمیشناسم، ولی تا اسم فامیلش رو میشنوید میگید آه، پس اون یکی یه رفعه میبینید تمام خانواده هنرمندن. من فکر میکنم همه الان قبل از اینکه اسمو بگم شما میدونی تقریبا کیو میگم. روحانی، آریا روحانی، جوانترین هنرمند خانواده روحانی. خوشحالم بگم که در این برنامه من قبلا از روحانی ها صحبت زیاد کردم. یکیشونم رضا روحانی، پسر انوشیروان روحانی رو تو همین برنامه یه 3-4-5-6 ماه پیش داشتم صحبت کردیم. امروز با آریا روحانی، پسر اردشیر روحانی، پیانیست بزرگ کشورمون، که خوشبختانه دو سه روزه ایشان هم به لس آنجلس اومده فقط برای دیدن پسر که تازه او هم وارد لس آنجلس شده. بریم با هم دیگه گفتاری داشته باشیم با آریا روحانی و ببینیم که این پسر جوان آینده کاریش در لس آنجلس چه خواهد بود و به عنوان یک هنرمند ایرانی برای شما دوستان عزیز جوانی که همیشه این برنامه رو دنبال میکنید چه پیغامی میتونه داشته باشه. به فیم خوش آمدید. آریا جون خوش اومدی به برنامه The Fame. این برنامه یه که سالیان سال الان دوشنبه ها پخش میشه سراسر جهان از لندن. من نمیدونم تو ونکوور این برنامه رو تا حالا دیدی یا نه. بله چندی بار اتفاقا دیدم و برنامه بسیار زیبایی هستش. قربان تو. آریا جون من توی پیشگفتار این برنامه قشنگ گفتم که تو کی هستی. الان همه میدونن که راجبی چی ما داریم صحبت میکنیم. بیشتر دوست دارم برگردم، حالا از ریشه ما صحبت زیاد خواهیم کرد، ولی قبل از هر چیز دوست دارم بدونم که چه شد که در ونکوور پیدا شد و الان در لس آنجلس داری تو زندگی میکنی. خب شما چیزی که دلت میپرسید بعد 20 سال زندگی من براتون الان خلاصه کنم، قشنگ بهتون بگم که اینجا همیشه خلاصه کنی که تو این یه ساعت قد بده دیگه. بله نه، ببین راستش بخوام من ونکوور اومدم که به خاطر پدر بود. من در سن 9 سالگی مهاجرت کردم به ونکوور با خانواده
و اینه که یعنی وقتی میگی خانواده یعنی همگی بله، پدر و مادر و برادر. برادر ما همگی موف کردیم به ونکوور سال 98 بود. سال 98 موف کردیم اونجا و من اونجا شروع کردم تحصیلاتمو کردن، دبستان، دبیرستان و وارد مدرسه موسیقی شدم، کالج موسیقی در ونکوور. در ونکوور بله، که اونجا شروع کردم آهنگسازی خوندن و دیگه در واقع اونجا فعالیت داشتیم و پدر کنسرت داشتیم و چند تا کنسرت سولد اوت هم خدا رو شکر داشتیم. این شانس به من خورده بود که ما کنسرت سولد اوت داشته باشیم. و بعدش دیگه خلاصه کنم براتون، موف کردن امریکا مت خیلی جالب بود. پسر انوشیروان رضا رو که شما میشناسین؟ بله، رضا روحانی. رضا روحانی بله. یه چیز بانمک باید من بگم، تا میگی روحانی همه مردم ایران آن شکل پیانو رو میبینن چون از همه پیانیست هم. خب اینا رو میدونن چون که رضا واقعا تو این برنامه بوده. بله، چه جالب. رضا جون رفتم برای برنامه استیج که حتما بینندگان نگاه کردن و از من خواستش که بیام اینجا و اون چند وقتی که نیستش شاگرداشو درس بدم و گفتش بیا حالا تو هم که منم چون خیلی دارم میخواست موف کنم به لس آنجلس و بتونم فعالیت هنریمو اینجا شروع کنم دیگه، ما از این موقعیت سوء استفاده کردیم به قول معروف و اومدیم اینجا که فقط امتحان کنم و شاگردای رضا رو درسم ببینم که اصلا میتونم اینجا بمونم، دوست دارم بتونم بمونم یا نه. بعد دیگه عرض خدمت شما که الان در کنار شما هستیم، یک سال و نیم از این ماجرا میگذره و من دیگه موندگار شدم اینجا. دیگه پس تو الان لس آنجلسی هستی؟ بله دیگه، شهر فرشتگان. خوش تهران آنجلس البته. خب ببین آریا جان، ما امروز خیلی حرف داریم با هم دیگه بزنیم. تو در ونکوور کانادا از چه سنی رسیدی به ونکوور اصلا؟ چه سنی داشتی؟ شهاب جون من فکر کنم 9 سالم بود یا 10 سالم بود. خب تقریبا بودم. میشه بیشتر زندگی تو در ونکوور کنم. بله، کلاس پنجم بودم اگه اشتباه نکنم من اومدم. میدونم که پدر خب یه پیانیست معروف ایرانی، اردشیر رو همه میشناسن. تازه اردشیر توی برادرها من یادمه که اونا سازهای دیگری هم سعی میکردن که بزنن. نمیدونم آکاردون میزدن، ویولون میزدن. ولی اردشیر اینجوری نبود. اردشیر میگفت من فقط پیانو. من یادمه که هر وقت ما میخواستیم میگفتن آقا پیانیست فقط کدومشونه، ما میگفتیم اردشیر. ولی این به این معنی نبود که بهترن یا بدترن، نه، فقط به این موضوع بود که آقا کی اینقدر فوکوس رو یک ساز. و به همین دلیل اردشیر رو همه ما به عنوان پیانیست خانواده روحانی میشناختیم. کاملا درست میگه. البته پدر آکاردون هم میزنه ولی درست میگه من هیچ وقت ندیدم. من هیچ وقت ندیدم. خب طبیعیه کسی که پیانو میزنه بیشترشون مخصوصا ما خانواده روحانی همه اینجوری هم دیگه. ولی همیشه یادمه که خیلی وابسته به پیانو بود. الان خانواده همه ونکوورن غیر از جنوبالی. بله، البته برادرم موف کرده اینجا. برادرم اومده دیگه، پشت سر ما اومد. خب پس دیگه طبیعیه که اگه برادر اومده تو هم اومدی دیگه نوبتشونه. 99% معلومه که اردی جان هم دیگه با مادر جون میاد اینجا انشالله. اوکی، من میدونم که تو به موزیک ایران گوش میکنی. تو به من بگو به عنوان یک پسر جوان ایرانی در موسیقی، اتفاقا من الان حسن این برنامه اینه که من مال 77 سال پیشم، تو مال 28-9 سال پیش. درسته؟ بله. خب پس قشنگ معلومه که ما داریم مال 3-4 نسل رو صحبت میکنم. من دوست دارم از تو بپرسم چه شده تو با چه دیدی این مردم ما رو، شناختشون رو از لحاظ نوازندگی تو پلو خودت میسنجی؟ آیا پلو خودت فکر میکنی نوازنده رولی داره که در موسیقی ایران
بتونه از نوازندگیش زندگی روزمرهشو بگذرونه. خب ببین، بحث خیلی جالبیه که شما میکنید. من راستش میخوام، خودم الان 20 سال از ایران بیرونم، ولی همینجوری که شما فرمودین موسیقی ایران رو دارم دنبال میکنم. جوونا خیلی برام آهنگاشون رو میفرستن گوش میدم، نوازنده های خیلی مختلف میفرستن گوش میدم. و خودم اتفاقا بعد از چندین سال رفتم ایران 3 سال پیش و یه سری نوازنده هایی دیدم که فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده. من خودم یعنی فکری که میکردم اصلا قابل مقایسه نبود، یعنی سیاه به سفید بود چیزی که من فکر میکردم، و نوازنده های فوق‌العاده عالی میدیدم. خود منم چنیدم بعد، یعنی محشر. ولی متاسفانه راهی برای فعالیت اونجا ندارن و اینکه خیلی به نظر من خیلی حیفه. من حالا فقط نوازنده های داخل ایران رو نمیگم، اصولا من میخوام نظر تو رو به عنوان یک نوازنده. تو نوازنده پیانو هستی، درسته؟ درست. رشتت پیانوه و نوازندگی پیانو است و دوست داری که عمرتو، زندگیتو از این طریق بگذرونی، خانواده تشکیل بدی، زندگی کنی در اجتماع. بالاخره من میخوام دید مردم ما به موزیک، کلن ما اینو قشنگ فهمیدیم تو این چندین و چند سال، که دید مردم ایرانی از موزیک ایران 95% به چی هم؟ به خواننده. من میخوام ببینم الانه که بیشتر خواننده ها دارن از سیکونسر استفاده میکنن، من فکر میکنم یک قسمت زیادش به خاطر همین موضوع مردممونه که آشنایی زیاد با نوازنده به عنوان یک عامل اصلی موزیک ندارن. درست میگم. من البته یه چیزی فقط بین حرفاتون میخواستم پرانتز باز کنم. من خودم رو به عنوان یه آهنگساز بیشتر میدونم. خب چون نوازنده پیانو کسایی هستن که میرن فقط علم نوازندگی یاد میگیرن و فعالیتشون توی مثلا جاز. خب تو روزی که رفتی دانشگاه پیانو رو به عنوان ساز تخصصی انتخاب کردی، آیا انتخاب کردی برای اینکه بیای یه رسیتالیست بشی، یک پیانیست بشی که بری دور دنیا کنسرت بدی، یا اینکه خواستی که پیانو رو برای آهنگسازیت انتخاب کردی؟ دومین آپشن که شما گفتین درست. پیانو رو انتخاب کردم. البته خب ما در خانواده بزرگ شدیم که دیگه اگه ما پیانو نمیزدیم جرم بودش دیگه. به خاطر همین پیانو رو انتخاب کردم. پیانو رو من خیلی سن بچگی شروع کردم پیش پدر عزیزم و واقعا بهشون مدیونم و برای این کار. و پیانو رو پیش ایشون شروع کردم و اینکه در واقع برای آهنگسازی خب شما باید یه سازی بلد باشین. هر سازی، حالا من خوشبختانه چون پیانو بلد بودم خیلی برام راحت‌تر بود، ولی آهنگسازی در واقع شغل اصلی بنده است.
تا حالا آهنگایی که ساختی پخش شده؟ بله، دو تا از کارهای من تا حالا بازار ایرانی اومده، از سایت های مختلف اومده، رادیو جوان اومده که مردم میتونن گوش کنن. یه کار خیلی جدید من اتفاقا شهباز جون 6 ماه پیش اومد بیرون به اسم Forever که موسیقی بی کلام هستش. من هر کاری تا الان ساختم بی کلام بوده، موسیقی بی کلام بوده و تازه 6 ماه پیش منتشر شده و خوشبختانه فیدبک هایی گرفتیم خوب بوده ازش. یعنی از این به بعد هم خیال داری بیشتر آهنگای بدون خواننده درست بکنی، یا اینکه تو فکرت هست که شاید به خاطر این موضوعی که الان ما صحبتش کردیم خواننده هم برای کارت انتخاب بکنی؟ 100% با کسایی صحبت دارم میکنم که الان برای خواننده، برای ساختن آهنگ براشون که بخوام فعالیتم با خواننده بخوام شروع کنم. برادر سازی میزنه؟ رهی والا بله ساز میزنه، ولی بیزنسمن خانواده بوده همیشه، هیچ وقت به صورته که بخواد به صورت علمی و پشت کاری نداشته، حرفه‌ای بله بره جلو نمتاسفانه. وقتی میگه ساز میزنه یعنی او هم پیانو حتما میزنه؟ پیانو میزنه بله پیانو میزنه. گفتم ما اگه پیانو نزنیم جرمه. جرمه واقعا هم جرمه هست، به دلیل اینکه شما خانوادگی نشون دادید که این استعدادو دارید. همتون ما الان بریم یه تیکه کوچکی از یکی از کنسرت‌های تو که با رضا روحانی، یعنی کازینا، دوتایی کازینا پسرموین دیگه، دوتا پسرموها با هم دیگه رو صحنن، میبینیم که رضا روحانی داره آکاردئون میزنه و آریا روحانی پیانو. بریم این قطعه رو نگاه کنیم. امروز این برنامه رو من مثل برنامه های این 3-4 هفته دوست دارم، به دلیل اینکه این اتفاق افتاد. دوستان عزیز، هفته گذشتم گفتم که ما دیگه الان 2 ماه از خواننده خبری نیست تو این برنامه، همش از هنرمندانی اینجا دعوت شد که نوازندگی میکنن و من خیلی دوست دارم راجع به این موضوع صحبت بشه که دوستان عزیز بیننده بدونن بدون نوازنده موسیقی معنی نداره. موسیقی رو میگن بنواز. چی رو بنواز؟ ساز رو بنوازه دیگه. بریم با هم دیگه گوش کنیم قطعه رو، برگردیم. Thank you.
آریا جون قطعه قشنگی بود. این قشنگ توضیح بده این چی بود، کی نوشته، کجا اجرا شده؟ این قطعه قطعه رضا جون بود. رضا جون وقتی میگی رضا جون پسرموی عزیزم، بله، رضا روحانی، ایشون ساخته بود، یه آلبوم داده بیرون که اسمش متاسفانه یادم نیست، ولی یکی از موسیقی‌های بی کلام این آلبوم هستش. درست؟ به اسم کولی جیپسی اسم این قطعه، اسم این قطعه است به اسم جیپسی، که رضا جون این افتخار رو به بنده دادن و از من خواستن که کنسرتی که تو لس آنجلس پارسال، ما آگست پارسال اگه اشتباه نکنم یا جولای پارسال داشتیم، تو یکی از سالن‌های مدرسه موسیقی تو داون تاون به اسم کالیبورن میوزیک سکول و اونجا داشتیم و اونجا اجرا کردیم و خوشبختانه دوباره من این شانس رو داشتم که یه کنسرت سولد آوت دیگه بتونم توش پرفورم کنم. پر بود. بله، سالن خدا رو شکر پر بودش و این قطعه رو ما به رضا جون اجرا کردیم. این نفراتی که با شما همکاری کردن کیا بودن؟ پرکاشنیست ما آقای مجید قربانی بود. بیسمون دن اگه اشتباه نکنم بیسیست خیلی خوبی بود و اندرو بویل روی درامز بود و بندم روی پشت پیانو بودم. خب حالا این قطعه رو شما جای دیگه هم اجرا کرده بودین یا فقط همون امشب؟ همین یک بار بود. اتفاقا سوال جالبی کرده، این قطعه رضا جون وقتی برای آلبومی که ساخته بودن، برای ملودی که شما با آکاردون شنیدین، برای کمانچه نوشته بودن و ما خواستیم اون شب یه کار جدیدی بکنیم و یعنی قبلا توی آلبوم با کمانچه بوده. بله، ملودی که رضا جون با آکاردون میزنن با کمانچه اجرا شده بود. خب الان خب اون قطعه سر جاش بمونه، ولی دوستان عزیز به خاطر اینکه آریا بیشتر کاراش آدیو هست، ویدیو نداره، ولی اگر رو یوتیوب برن میتونن اون چند تا کار شما رو ببینن. البته ما اینجا اگر فرصت باشه تو همین برنامه پخش خواهیم کرد. من دوباره میخوام حالا برگردم بریم به اصل موضوع که ببینیم که یه پیانیست، یه آهنگساز توی مارکت خارج از ایران چه کار میتونه بکنه. تو الان چه تصمیمی داری برای آینده حرفت؟ شما من راستش بخواین الان دارم برای فوق لیسانس هم میخونم برای موسیقی فیلم. من علاقه بسیار بسیار زیادی داشتم از بچگی، بله، به موسیقی فیلم و اینکه دوست داشتم این کار به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. به خاطر همین اینجا دارم دانشگاه برکلی آنلاین برای فوق لیسانس هم میخونم و بعد از اون اگه خدا بخواد و ما بتونیم موفق بشیم، دوستان فعالیت هنریمو توی موسیقی فیلم شروع کنم. به همین دلیله که اصلا من موف کردم و موندم لس آنجلس. یعنی تو برای موسیقی ایرانی چه کار میخوای بکنی؟ ببینیم، من در هر صورت خودم همیشه ایرانی میدونم و عاشق وطنم هستم و همیشه خواهم فعالیت کرد با خواننده های ایرانی و حتی کارهای منم که اگه پخش بشه امشب اینه که در واقع موسیقی من اگه شما گوش کنید موسیقی تلفیقی هستش. من یه فیوژنی درست کردم از موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیکال و پاپ. آدیو که بله، آدیو که شما فرمودین اگه پخش بشه اون قشنگ مشخص هستش. کارهایی که من درست کردم، من هیچ وقت، یعنی همیشه دوست داشتم که اون روتس و در واقع پایه ایرانی بوده بعد نشون بدم تو کارا. تو کارات بیشتر ملودیک، از لحاظ ملودی ها بیشترش اون تمر هست موزیک ایران داره. بله بله بله. خب اگر معروف شدی تو دنیا به عنوان یه آهنگساز فیلم، تو میدونی در ایران یه کسایی مثل ناصر چشم‌آذر، اینایی که موزیک فیلم می‌نویسن، خیلی خیلی پاپولارن و خیلی هم درآمدهای خوب دارن. هیچ وقت فکر کردی که چرا نری ایران و این کار موزیک فیلمو برای فیلم‌های ایرانی انجام بدی؟ سوال خیلی جالبی می‌کنین. راستش بخوام هیچ وقت فکرش رو نکردم. اولین چیزی که برام مهم بوده تحصیلات مهم بوده و خب بالاخره تحصیلات تموم بشه. بله دقیقاً، منظورم اینه که تحصیلات که تموم بشه شاید همچین فکری خواهم داشته باشم بعداً در آینده اگه پیشنهادی بشه. من چون خوشبختانه
الان یه جوری شده که بیشتر فیلم‌های ایرانی سریال ها حتی میبینیم که موسیقی های مخصوص خودشو داره. قدیما مثلا میومدن از آثار دیگران استفاده میکردن، از کارهای دیگهی که اصلا ربطی به اون فیلم یا اون برنامه نداشت. ولی الان چندی رو چند ساله که خود فیلم ها هر فیلمی موسیقی خودشو داره. به همین دلیل خیلی این موزیشن های ایرانی که موزیک فیلم می‌نویسن از لحاظ درآمد کارشون خیلی بالاست، خیلی قیمت ها بالاست. من فکر میکنم که بد نیست که یه سری اونجا بزنی، یه پول حسابی بسازی. با کمال ماما اگه آفری برسه از ایران حتما من رو چشم این کار رو حتما قبول میکنم. نه واسه اون خیلی خوب حرفیه، میدونی که هنوز هنری منچینی اینا نواده هاشون دارن از پولای اینا استفاده میکنن. پولای هنکوفت میگیرن، مثل جان ویلیامز اینا همشون. خب به من یه چیز دیگه هم اگه بگی بدم نمیاد. با کمال میل. تو الانه که اومدی در لس آنجلس فکر نمی کنی که ایده خیلی خوبیه اگر یک برنامه روحانی بذارید؟ حالا میگم روحانی نه اینکه برین یه دفعه مسجد اینا، نه یه برنامه مثلا تو الان با رضا داشتی دیگه با. تو روحانی هستی، رضا روحانیه. چون این سوال از خود من میکنن راجع به گروه بلک کتس که آقا این کسایی که تو بلک کتس بودن شوال تو چرا نمیه یه دفعه همشون رو جمع بکنی یه برنامه بذارید؟ من پلو خودم دارم فکر میکنم الان اردشی جان پدر تو هنرمند خوب کشورمون الان خوشبختانه یه دو سه روز اومده مهمون لس آنجلس، ولی انشالله میاد و ماندنی میشه اینجا چون ما لازم داریم اردشی رو. فکر نمی کنی که برنامه قشنگی میشه اگر قطعی تو بسازی به عنوان خانواده؟ الان شهرام ما رفته یه آهنگ ساخته توش میگه شب پره. من ازش پرسیدم چرا اینو نوشتی شهرام؟ گوش حوال جون ما سه تا پسریم از این خانواده، سه تامون دختر داریم. خب ما که از این دنیا بریم دیگه اسم شبپره دیگه وجود نداره که، اقلا یه دونه آهنگ بسازیم تو اقلا اسمش بگیم شبپره. حالا من میخوام اینو بگم، تو که آهنگسازی، خوشبختانه همه تون آهنگسازین شما، همه تون، هم تو هستی، هم انوشیروان روحانی هست، هم اردشیر روحانی هست، هم رضا روحانی هست، هم شهرداد روحانی هست، هم شهریار روحانی هست، هم اصل کاری بزرگ بزرگ رضا روحانی هست، روانشاد. و فکر نمی کنی که یک قطعه به نام خود این خانواده، حالا با چه آیدیایی بنویسی و با هر کدوم از این دوستان که میشه یکیشون، دوتاشون، ستاشون، با پدر، با عمو، با عموزاده، یک دفعه یک کنسرت شروع در لس آنجلس بذارید. تو میدونی که چه خبر میشه. درست میگم. چون انوشیروان واقعا محبوبه. کسیه که چندیونه چند سال زحمت کشیده برای موسیقی ایران. ولی غیر از زحمت ما تا حالا ندیدیم که یه دفعه این کسایی که توی یک خانواده، خیلی کسا از خود منم اینو میپرسن چرا با شهرام برنامه نداریم فلان چیزا، بعضی وقتا امکانش نیست. من با عنوان آهنگساز فکر میکنم که بد نیست که یه دفعه یک خاطره ای، یک یادی از این خانواده بزرگ روحانی که واقعا به موسیقی ایران از تویی که جوانتر روش تا اون بزرگشون که خود رضا روحانی اصل کاری بوده، خیلی به موزیک ایران شما راست دارم میگم ارزش دادید همتون، و خوشحالم که خانواده قدر این موضوع رو فهمید. یکی از حسن این کار اینه که خانواده روحانی نشون داد که هر کدومشون اومدن تو این کار پشیمون نشدن که به پسرشون بگن تو
تو این کار رو نکن. کاملا درست. یعنی رضا روحانی بزرگ به انوشیروان نگفت نرو دنبال این کار. ایرانی ها به هنرمندشون اون ارزش واقعی هنر رو نمیذارن. گفت تو برو ثابت کن که موسیقی چیست. به همین دلیل رضا روحانی، انوشیروان روحانی ازش اومد، نمیدونم از انوش رضا روحانی اومد، از رضا روحانی بزرگ اردشیر اومد، از اردشیر روحانی آریای روحانی اومد، شهریار روحانی از نمیدونم رضا روحانی اومد. من پل خودم فکر میکنم که شماها یک وظیفه ای هم دارین به این اسم. 100%. راست دارم میگم. بله 100%. واسه اینکه شرایط زندگی خانوادگیمون و حرفمون تقریبا یکیه. من هم پدرم توی موسیقی و هنر بوده، هم خودم یک عمری تو این حرفه هستم، هم برادرام تو این حرفه بودن. پل خودم فکر میکنم ماها یک بدهی به این اسم گذشتمون داریم که ما باید، شهرام راست میگه، باید این اسمو یه جوری نگهش داریم. کاملا درسته. درسته. خوشبختانه شما تعدادتون زیاده، این اسم حالا دست مام بزرگ و پدر بزرگ درد نکنه. اگزکتلی. حالا در اصل من فکر میکنم بد نیست توی همچین فکری. کاملا درست میگه. از کارهای جدیدی که داری میکنی، آدیو داری، فکر میکنی کدوم شما بتونیم الان ازش استفاده کنیم؟ کار آخرم توضیح هم بدی که چیه؟ 100%. کار آخر من که فکر میکنم حدود 6 ماه پیش اومده به بازار به اسم Forever هستش، موسیقی بی کلام هستش که الان براتون پخش میتونیم بکنیم. این ساخته خودته؟ بله ساخته خودمه. همه کیا تو این نوازندگی کردن؟ کجا ضبط شده؟ اینجا ضبط شده شهبا جون. من خودم آهنگسازیشو کردم، پیانوشو خودم زدم، با گیتار هستش، بیس هستش، درامز هستش. اینا رو از خارجی ها استفاده کردی یا هیچ کدوم از نوازنده های ایرانی توش؟ نوازنده ایرانی هم توش هستش، البته نوازنده ارمنی هستش، آراگاس. خیلی هم پسر بااستادی هستش که به من لطف کرد و این تو این ترک. بیسیستو میگی؟ نه گیتاریست. گیتاریست. بله بله گیتاریست که تو فیلم هم الان شما پخش کردیم بودش. که گیتار میزنه و بیسیستمون دن هست. اینو جای اجرا کردی به طور زنده؟ راست بخوای نه، از تولید به مصرف الان داریم ما بهتون میدیم. 6 ماه پیش تازه اومده بیرون. پس تا حالا هیچ جا اجرا نشده هنوز. بح. خب بح. بریم با هم دیگه این قطعه رو ببینیم، برگردیم. من دو تا سوال دیگه از تو دارم. ان شاءالله اگر یک دفعه صحبتامون تموم نشد میتونیم که برنامه های بعدی رو با هم دیگه صحبت داشته باشیم. من دوست دارم به دلیل اینکه شما خانوادهتون خانواده ایه که تمام این 80 خورده میلیون آدم ایرانی چه داخل و این تعدادی که خارج هستن جمعاً میدونن که یه بدهکاری بزرگ به خانواده روحانی دارن. گوش کنید این اثر قشنگتون. Thank you.
آریا جان صحبت داریم میکنیم، دوستان عزیزمون بدونن که آریا اومده به لس آنجلس و در لس آنجلس از این به بعد کار خواهد کرد. الان در حال حاضر تو شاگرد داری، درس میدی، درس میخونی، چه کار داری در لس آنجلس میکنی؟ بله، همینجوری که شما فرمودین هم تدریس دارم میکنم، تدریس پیانو. تدریس در کجا میکنی؟ میان به منزل یا جایی داری که میان؟ جفتش هست، جایی که ندارم نه خیر، به منزل میان و شاگردایی هستن که من میرم منزلشون و تدریس میکنم. شنیدم تعدادشون خیلی زیاده. خوشبختانه خوشبختانه تعدادشون زیاد بود. شوخم اصلا هیچ در واقع تبلیغاتی هم نکردم. خوشبختانه در واقع word of mouth ما الان wait list داریم. خب تو الان تدریس که میکنی آیا از اتودای همیشگی پیانو استفاده میکنی یا اینکه اثرات ایرانی رم به این کسایی که میان پیانو یاد بگیرن؟ اول به من بگو شاگردات بیشتر ایرانی هستن یا اکثریت؟ اکثرا ایرانی هستن. اکثریت. آیا اینا رو اصلا هیچ کدومشون قطعات ایرانی رو باشون کار میکنن؟ بله 100%. ببینید من راست شوخان خیلی سعی میکنم با شاگرد در واقع راحت باشم، هرچی خودشون دوست داشته باشن، چون دیگه مردم اونقدر کشیدگی ندارن به همون که شما فرمودین اتودای پیانو یا موسیقی کلاسیک ها در حساب، ولی ما باید بهشون علم نوازندگی و تکنیک رو یاد بدیم. این یه پایه است که باید همه یاد بگیرن. ولی چرا خیلی از شاگردها هستن که خودشون با علاقه خودشون دوست دارن قطعه ایرانی هم یاد بگیرن. خودشون میان میگن خودشون انتخاب میکنن میگن قطعه. بله. تو چجور تو تمایلت چجوریه؟ بیشتر با اینا قطعات ایرانی رو کار کنی یا از اتودای بین‌المللی؟ هرچی خود شاگرد بخواد. من چیزایی که پایه برای پایه هست و در واقع بعضیا دوست دارن بعضی دوست ندارن، ولی دیگه دموکراسی نیست همیشه، ما اونا رو بهشون یاد میدیم. خب تو خودت میدونی که هم شهریار درس میده هم تو درس میدی، آیا انوشان هم درس میده؟ خبرداری از رضا چطور؟ رضا من میگم رضا دلیلی که من اومدم اینجا به خاطر اینکه با شاگردای رضا جون من درس بدم اون چند وقتی که لندن تشریف داشت. اما الان که شاگردای خودت تو داری؟ بله الان دیگه بله دیگه خوشبخت دیگه شاگردای خودت داری. خب ما صحبتمون امروز فکر میکنم که یواش یواش باز تموم بکنیم، ولی قبل از اون من میخوام یکی از قطعات اردشیر روحانی پدرتو پخش بکنم که این دوستان عزیز ببینن که چجوری می نوازه پیانو. ببینم توی آهنگسازی هم پدر زیاد ساخته آهنگ؟ بله بله خیلی پدر آهنگ ساخته. کسی از خواننده ها خونده هیچ کدوم از اون آهنگ ها رو یا بیشتر اینسترومنتاله؟ بله موسیقی فولکلوری که پدر درست کرده بودن، موسیقی محلی که تنظیم کرده بودن، چند تا خواننده من اسمشون یادم نمیادم دقیقاً، ولی اونا هستن خوندن کار محلی ها. ولی پدر بیشتر در واقع آهنگسازیشون رو توی موسیقی بی کلام گذاشتن. کاری که پدر کردن و بیننده ها و شنونده ها میدونن موسیقی کلاسیک رو با موسیقی ایرانی فیوز کردن و قطعاتی که پدر ساختن همونجور که داشتم صحبت میکردیم بهتون گفتم یه قطعه تکنیکی پدر ساختن که من واقعا وقتی گوش میدم شاخ در میارم، اصلا از نظر تکنیکی و از نظر زیبایی که یکی از قطعاتشون هست. اصلا پدر در ونکوور کنسرت دادن؟ بله بله پدر کنسرت داشتن، چند تا کنسرت داشتن ونکوور، لس آنجلس هم ما داشتیم اتفاقا، و تو فکرش هستیم که دوباره من با پدر این افتخار رو به من بدن و من بتونم دوباره باشون اینجا کنسرت بذارم.
خب خب من میدونم تو که الان اینجا هستی، پدر در ونکوور، چجوری میشه که شما با هم دیگه هی باید ایشون بیاد اینجا؟ ما دیگه هر چی شده باید اینو نه. بیاریم. تو باید آها تو به جای اینکه پیانو رو برداری ببری اونجا، واسه پیانیست رو بیاری اینجا. دقیقاً. اردیجان رو برمی داری میاری اینجا. من پل خودم فکر میکنم اگه فرصتی بشه از اردشیر عزیز دعوت بکنم تو این برنامه، حتما خودش هم بیاد. ولی تو به من یه چیزی قبل از اینکه ما این برنامه رو شروع بکنیم، خارج از این برنامه گفتی که دوست داری با خواننده های ایرانی کار کنی. منظورت چی بود؟ منظورم این بودش که فعالیت هنریمو، خب موسیقی بی کلام شنونده خودشو داره، مخاطب خودشو داره، ولی خب خودم البته این علاقه رو پیدا کردم که با خواننده هایی که مورد علاقه هم هستن و سبکشون به کارهای من میخوره بتونم فعالیت داشته باشم. تا حالا فکر کردی که آهنگی بسازی یا اینکه آهنگی ساختی که فکر کردی اینو بدم یه خواننده بخونه؟ بله بله. الان اتفاقا یه خانمی هستن از ایران برای من شعر میفرستن و من چند تا آهنگ قطعه آماده کردم و رون شعرها. بله که من موسیقیشو ساختم و با چند نفر داریم صحبت میکنیم، حالا ببینیم که تو فکرت کدوم از این خواننده های ایرانی هست که فکر کردی که این قطعات به دردش میخوره؟ والا بستگی به آهنگ داره. خب بعضی از آهنگا به صدای زن بیشتر میخوره، اونا که من ساختم، بعضی به صدای مرد، ولی من فکری خاصی ندارم الان بهتون بگم. یعنی کسی هنوز انتخاب نشده؟ نه نه، ولی چند نفر هستم باشون صحبت دارم میکنم، ولی اسم نگیم تا وقتی که کار بیاد بیرون بهتره. اونجوری میخوای سورپرایز کنی؟ سورپرایز شو. سورپرایز میخوای بکنی. آریا جان انشالله تو موفق بشی که درس تو اینجا لیسانس این آهنگسازیت هم بگیری. ولی من فکر میکنم همینطوری که تو اومدی اینجا اسمش هالیووده، مرکز انترتینمنت جهانه، تعارف هم نداره. تو من فکر میکنم از طریقه درست این کار اینه که تو از طرف این ایجنت های معروف خیلی راحت به خاطر ایرانی بودنت، یادت نره خیلی ها از ایرانی بودنشون میخوان فرار کنن، فکر میکنن لطمه بهشون میخوره، اما الان برعکسه. وقتی تو اون حس شرقی رو داری تو کارت، تو الان برو آهنگ فیلم گلادیاتور رو گوش کن. ببین تمام چند تینگایی که تو اونه چقدر به شرق میخوره تا به غرب. چقدر موزیک شرق اومده تو فیلم غربی. من فکر میکنم تو خیلی سریعتر میتونی آهنگسازی فیلمتو به طور جهانی شروع کنی اگر از طریق ایجنت ها بری. چون اینجا آمریکاست دیگه. میدونی ایرانی دوست داره خودش بره با پای خودش همه کار بکنه، اینجوری نیست. و من فکر میکنم خیلی شانس داری که یک دفعه میبینی یه فیلمساز بزرگ میاد میگه من دوست دارم تو یه قطعه برای این فیلم یا اصلا تمام موزیک فیلم منو بنویسی. برو از این طریق حتما اقدام کن. فکر نکن نمیشه، فکر نکن سخته، فکر نکن بعدن. به راحتی تو میتونی یه ایجنت پیدا کنی، بگی من موزیک فیلم مینویسم، ایرانی هستم، درسم آدم، ببین چجوری با تو تماس خواهن گرفت. درست میگی. انشالله راست دارم. برای من راست بخواید من یه ایجنت هستم خودم دارم صحبت هم میکنیم. یه چیزی هم بهت گفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه. فکر نکن که فقط پیانو بزنی، فقط آهنگ بسازی. باید بری از طریق این ایجنت ها وارد کار بین المللی بشی. و این بوی موسیقی ایرانی رو ببری برای فیلم های خارجی. نظر داد. خیلی خوشحالم که اومدی. مرسی. یکی از سفارشاتم بهت اینه که حالا که هنوز ازدواج نکردی یادت نره که تو اولردی زن داری. زنت همین سازته.
درست. و دندوناشو دیدی که سفید و سیاه. اینه که من فکر میکنم که قشنگ وایسا کارتو انجام بده، همه کاراتو بکن، انشالله 3-4-5 تا موزیک فیلم بنویس، بعدن بگو خب دیگه حالا نوبت زنان. حالا موقع واسه اینکه من فکر میکنم که تو وقتاتو خیلی لازم داری برای چون موسیقی وقت زیاد لازم داره. یه عمر رو آدم براش بزنه واقعا. اینه. به همین دلیله که موزیشینای داخل ایران چانس اینی که بیشتر تمرین کنن و دارن تا هنرمندان جوان خارج از ایران، چون باید اینجا کار کنن بیشتر. وقتشون بیشتر رفته برای کار تا اینکه حرفشون. خیلی ممنون واسه اومدن. شما ممنون که منو دعوت کردین، باعث افتخار. نه من دوست دارم که دوستان عزیز تو این برنامه آشنا بشن با هنرمندان جوان. حالا تو که گفتم یه ریشه بزرگ داری دیگه، همه تمام روحانی ها رو میشناسن، ولی به عنوان یه هنرمند جوان خیلی از جوان ها دارن برنامه رو نگاه میکنن، بدونن که کیا دارن پا میذارن توی موسیقی بین الملل ایرانی. مرسی واقعا، نظر دوست بتونم. ممنون از شما واقعا. مرسی، خدا نگهدار تا برنامه بعدی. مرسی.